سرخط مهمترین رویدادها. سفر یک هیئت بلندپایه پاکستانی به رهبری حنا ربانی به کابل. وزیر دولت در امور خارجه پاکستان در دیدار با امیرخان متقی خواستار تقویت همکاری های دو جانبه میان دو کشور شده است. دواړو لورو په راتلونکو کې د ګټورو او مثبتو ګامونو د اخیستلو او د ستونزو د هوارې په اړه هوډ څرګند کړ. آغاز دهمین نشست امنیتی هرات با میزبانی تاجیکستان. شرکت کنندگان این نشست بر ایجاد دولت فراگیر و قانون اساسی مبتنی بر حقوق بشری در افغانستان تاکید کردند. تأسیس واقعا حکومتی فراگیر با انعکاس منفیت های تمام گروه های اساسی قومی افغانستان. بازداشت 2000 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر. وزارت امور داخله میگوید در یک سال پس این 2000 تن را به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت کرده و ده ها تن مواد مخدر را ضبط کرده است. هر چه بیا هم وکرله هغه اوس مجرم بلل کیږي، هغه برانی ول کیږي. و این که پایان آتش بس میان طالبان پاکستانی با دولت این کشور. تحریک طالبان پاکستانی اعلام کرده که آتش بس با دولت این کشور به پایان رسیده و حملاتشان را از سر می گیرند. سلام و وقتتان بخیر. به مجموعه خبری این ساعت از تلویزیون یک با من موسی محمدی خوش آمدید. حنا ربانی وزیر دولت در امور خارجه پاکستان صبح امروز در رأس یک هیئت بلندپایه وارد کابل شد. وزارت امور خارجه در اعلامیه از دیدار این هیئت با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه کشور خبر داده است. بر بنیاد این اعلامیه در این دیدار آقای متقی تعامل دو کشور به سود ملت‌ها و منطقه دانسته و خواستار رسیدگی به دولت پاکستان به چالش‌های پناهجویان افغانستان در این کشور شده است. حنا ربانی همچنان در این دیدار خواستار افزایش همکاری‌های دو جانبه میان دو کشور شده و گفته که کشورش برای افزایش داد و ستد بازرگانی گام‌های لازم را خواهد برداشت. ایمل سیار در این باره جزئیات می‌دهد. حنا ربانی وزیر دولت در امور خارجه پاکستان در رأس یک هیئت بلندپایه صبح امروز وارد کابل شد. بانو ربانی در این سفر یک روزه با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه دیدار کرده است. بر بنیاد اعلامیه وزارت امور خارجه کشور در این دیدار امیرخان متقی گفته که تعامل میان دو کشور به سود هر دو ملت و کشورهای منطقه است. آقای متقی همچنان خواستار رسیدگی فوری دولت پاکستان به چالش‌های پناهجویان افغانستان در این کشور شده و بر آزادسازی بیدرنگ زندانیان افغانستان در پاکستان تأکید کرده است. متقی صاحب په پاکستان کې د افغان بندیانو د خلاصون یو بل هیواد ته د مسافرو د تلو راتلو او په لارو کې د اوشتو په برخه کې د سهولتونو د رامنځته کولو د تجارت او ترانزیت په برخه کې د پرمختګ او چټکتیا په اړه پاکستانی لوري ته یادونه وکړي. سفر بانو ربانی دو پیام بسیار مشخص داره به طالبان. اول که طالبان قرار است با زن وارد گفتگو معامله و مذاکره شوند که خودشان عملا زنان از صفحه روزگار حذف کردن، زنان در بخش آموزش، کار، سیاست، اقتصاد حذف شدن و طالبان قرار است با یک زن وارد گفتگو مذاکره و معامله شوند. دوم پیام تندی است که بانو ربانی از اسلام آباد به کابل برده که دیگر پاکستانیا و اسلام آباد تحمل درگیری های مرزی را ندارن. سرپرست وزارت امور خارجه همچنان بر فراهم آوری سهولت های بیشتر برای بازرگانان و رفت آمد های بازرگانی تاکید کرده. ډیر شان دوست بیا مخترش کو بار سفر مهم دی دا نوی حکومت جوړ شو په اپریل کې پاکستان کې دا ولنه
د وزیر په مشرۍ کې د پاکستان د پلاوی سفر دی، نو اهمیت پاکستان لپاره هم شته، د افغانستان لپاره هم شته. ضرور په پاکستان خپل نور تشویشونه، که د ښځو حقونه دي، که د تعلیم مسله ده، د جینکو، دا به ضرور شریک کړي افغانستان طالبان حکومت سره، ځکه چې پاکستانی مشران اوس په بیانیو کې دغه ذکر کوي. در این دیدار حنا ربانی وزیر دولت در امور خارجه پاکستان هم خواهان افزایش همکاری های دو جانبه میان دو کشور به ویژه در بخش بازرگانی شده است. در ربانی اصلی سفر افغانستان ته داده چی یو زل اوس بیا غواړي چې د طالبانو سره خپل هغه پخوانی تعهدات چې لري هغه بیرته تازه کړي، او بل اساسي مسله دا ده چې په دا لنډ وخت کې د افغانستان او طالبانو ترمنځ زیاده به وخت د پاکستان او طالبانو ترمنځ پر بعضې شیانو باندې اختلافات دي. مثلا سپین بولدک د دوی په منځ کې درګیریانې وسوې، دانګې پټان کې درګیریانې وسوې. او زما په نظر څلورم عامل یې دا دی چې پاکستان غواړي جهانیانو ته هم دا وښيي چې موږ په یو مېرمنې باندې ډیپلوماسي کوو او موږ طالبانو ته مېرمنې ولیږو. زه فکر کوم چې په دې کې هم یو ډیپلوماتیک پیغام پروت دی، هم طالبانو ته او هم جهانیانو ته. بانو ربانی همچنان از رسیدگی به چالش های پناهجویان افغانستان در پاکستان اطمینان داده است. در حال هیئت پاکستانی به کابل آمده که دیروز آتش بس میان حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستانی به پایان رسیده و رهبری تحریک طالبان پاکستانی در اعلامیه به جنگجویانشان فرمان از سرگیری درگیری ها را صادر کرده است. دهمین نشست امنیتی پرات امروز در شهر دوشنبه تاجیکستان آغاز شد. این نشست با حضور بیش از 100 تن به شمول سیاسون، کارشناسان، پژوهشگران کشورهای گوناگون با محوریت افغانستان برگزار شده است. معاون وزیر خارجه تاجیکستان در این نشست با نگرانی از فعالیت هراس‌افکنی در افغانستان میگوید حضور گروه‌های هراس‌افکن در کشور افزایش یافته است. اشتراک کنندگان در این نشست روی ایجاد یک دولت فراگیر، داشتن یک قانون اساسی مبتنی بر حقوق اساسی و بشری شهروندان، برای زنان و تجزیه ناپذیر بودن افغانستان تاکید کردند. گزارشی از بشیر احمد شیرزاد. آغاز دهمین نشست امنیتی هرات زیر عنوان نظام سیاسی فراگیر، الگوها و نقشه راه، این بار اما با میزبانی تاجیکستان. شماره از سیاسیون، کارشناسان، پژوهشگران و فعالان مدنی کشورهای گوناگون جهان برای دو روز در شهر دوشنبه برگزار شده است. فرهاد سلیم، معاون وزارت خارجه تاجیکستان، در سخنرانیش در این نشست میگوید از فعالیت‌های هراس‌افغانی و حضور گروه‌های هراس‌افغان در خاک افغانستان نگران است. او با نکوهش نقض حقوق انسانی مردم به ویژه بانوان، یگانه عامل صلح و ثبات در افغانستان را ایجاد یک دولت فراگیر با در نظر داشت منفعت های همه طرف ها می داند. ما معتقدیم که تأسیس واقعا حکومتی فراگیر با انعکاس منفعت های تمام گروه های اساسی قومی افغانستان، یکی از عامل های اساسی رسیدن به امنیت و ثبات در این کشور می باشد. گذشته از این، ما نقض حقوق های نمایندگان ملت های گوناگون و زنان در افغانستان را محکوم میکنیم. دکتر رنگین دادفر اسپنتا، مشاور امنیت ملی پیشین افغانستان، هم میگوید خواهان افغانستان آزاد و بی‌طرف است که با خود و دیگران در صلح زندگی کند. باید روایت جدیدی آفرید که بنیاد آن بدون هر شک و شبهه‌ای بر اصول و ارزش‌های زیر استوار باشد. حاکمیت پرسش ناپذیر مردم، داشتن قانون اساسی مبتنی بر حقوق و آزادی از آزادی‌های اساسی شهروندان، پذیرش بدون قید و شرط برابری زنان با مردان، رعایت بدون قید و شرط حقوق بشری، پذیرش تنوع قومی و فرهنگی کشور. کابل اما در مورد شرکت نمایندهش در این نشست چیزی نگفته است. کارن دیکر، کاردار سفارت آمریکا برای افغانستان، نیز که در این نشست اشتراک کرده آن را یک فرصت برای تبادل نظر در رابطه با وضعیت افغانستان خوانده است.
او در توییتر گفته که آماده است تا پشتیبانی ایالات متحد را از مردم افغانستان تکرار کند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از وضعیت کنونی افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته که وضعیت مردم این کشور به سوی بدتر شدن روان است. همزمان با این سفارت آلمان برای افغانستان شلاق زدن شهروندان افغانستان در ملای عام را نکوهش کرده و آن را نقض کرامت انسانی خوانده است. وزارت امور خارجه اما این اظهارات سفارت آلمان را اسلام حراسی عنوان کرده است. سهیلا یوسفی گزارش می‌دهد. نگرانی‌ها از بدتر شدن وضعیت افغانستان. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با نگرانی از وضعیت افغانستان گفته که وضعیت فعلی مردم این کشور به سوی بدتر شدن روان است. جوزف بورل این اظهارات را در آستانه اجلاس وزیران توسعه اتحادیه اروپا در بروکسل بیان کرده است. در مورد وضعیت افغانستان گفتگو خواهیم کرد، جایی که بسیار موردها به درستی پیش نمی رود، بل به سوی بدتر شدن روان است، به ویژه برای زنان و دختران. یک سال بعد وضعیت افغانستان بدتر خواهد شد. امروز فقط عمل کرده این هات ها و این کشور ها بر حساس صدور اعلامیه و ابراز نگرانی مختص شده و خلاصه شده که باعث افزایش ناامیدی در کشور میشه. در سوی دیگر سفارت آلمان برای افغانستان شلاق زدن چندین تن در ملای عام در ولایت لوگر را نقض شدید کرامت انسانی خوانده است. سفارت آلمان در توییت از امارت اسلامی خواسته تا بر رعایت حقوق بین دولت‌ها و کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد باشد. هیچ انسان افغانستان آرزومند از این نیست که در مقابل مردم شلاق بخوره به خاطر گناهی که انجام داده. اگر گناهی انجام داده باید مطابق قانون با او برخورد قانونی صورت بگیره که متاسفانه ما در افغانستان قانون نداریم. قهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه اما در واکنش به این اظهارات سفارت آلمان آن را اسلام حراسی خوانده است. بسیار نگران کننده است که کشور با گذشته های پسین نازیسم، یهود ستیزی و اردوگاه های کار اجباری دوباره نجات پرستی و اسلام حراسی را پیش میبرد. دا اندیشنه پا طول بنیمینی طولنی که موجود دادم او هر زل هم اظهاری جی مگر پا دا چو روزی که دا خبری دیر زیادی سیوی دی او زیادی که جی امیدی چی پا کابل که زین خلق و دیتا واج و نیسی زکا جمعی را رواندی او افغانستان و دیر سخت و دیر و کمکون تا ضرورت لری لحاظا باید بنیمینی طولنی سر تعمل وسی. چند پیش بیش از 10 تن به جرم های مختلف از سوی امارت اسلامی در ولایت لوگر شلاق زده شدند که واکنش های تند جهانی را نیز به همراه داشت. نماینده ویژه ازبکستان در امور افغانستان با طارق علی نماینده ویژه سازمان همکاری های اسلامی برای افغانستان در شهر جده عربستان دیدار و گفتگو کرده است. بر بنیاد این اعلامیه وزارت خارجه ازبکستان در این دیدار روی تلاش های این کشور و سازمان همکاری اسلامی برای حل مسلمت آمیز بحران افغانستان و همچنان ارائه کمک های بشردوستانه گفتگو شده است. همزمان دو طرف بر ایجاد موقعیت یک پارچه برای کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی تاکید کردند. صفی ناصری گزارش می دهد. تلاش های ازبکستان و سازمان همکاری اسلامی برای حل بحران افغانستان. وزارت خارجه ازبکستان با نشر اعلامیه از دیدار عصمت الله ارگاشف نماینده ویژه این کشور برای افغانستان با طارق علی بخیت نماینده ویژه سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان در شهر جده عربستان خبر می‌دهد. بر بنیاد اعلامیه دیدار این دو مقام برای حل مسالمت آمیز بحران افغانستان و همچنان ارائه کمک‌های فوری بشردوستانه متمرکز بوده است. ازبکستان و سازمان همکاری اسلامی برای حل مسالمت‌آمیز بحران افغانستان و ارائه کمک‌های بشردوستانه فوری و همچنان ایجاد موقعیت یک پارچه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی تبادل نظر صورت گرفت. کشورهای اسلامی مشورت بیشتری در رابطه با گفتگوهای افغانستان و حل مسالمت‌آمیز بکنند و از جهت دیگر حکومت سرپرست باید به یک نحو سازگاری بکنه با اقدامات اطراف افغانستان به خاطر بهبودی
دیدگاه های سلطنتوارانه در منطقه و مترتب این نشست طبیعتاً از دلش میخواهد به یک نحوی یک مشروعیت برای طالبان نیز تعریف کند که با این حال نماینده ویژه سازمان همکاری اسلامی از تلاش های ازبکستان برای عملی شدن پروژه راه آهن ترمز مزار شریف کابل پیشور در افغانستان قدردانی کرده است و هر قدری گفتگوها بیشتر شود و امارت اسلامی بتانه که کشورهای همسایه و منطقه و جهان را تشویق و ترغیب بکنه تا باشد این مشکلات مردم افغانستان یک راه حل مثبت برش پیدا شود و ما بتانیم که یک قدم نزدیکتر برای رسیدن راه حل برای افغانستان تلاش های خود را بکنیم. امید است که این تلاش ها یک نتیجه مثبت بده. این در حال است که نماینده ویژه ازبکستان یک روز پیش نیز با معاون وزیر خارجه عربستان در مورد افغانستان دیدار گفتگو کرده است. وزارت امور داخله از بازداشت 2000 تن با اتهام قاچاق مواد مخدر در یک سال پسین در افغانستان خبر می‌دهد. معین این وزارت می‌گوید به فرمان رهبر امارت اسلامی هر گونه کشت، خرید و فروش مواد مخدر در کشور منع قرار داده شده است و با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. از سوی هم شهروندان کشور از امارت اسلامی انتظار دارند تا برای نابود کردن مواد مخدر در افغانستان ریشه های اصلی آن را پیدا و نابود کند. نوید صمدی گزارش می دهد. بازداشت صدها تن به اتهام قاچاق مواد مخدر در کشور. بعد انبال ممنوعیت مواد مخدر در افغانستان، وزارت امور داخله میگوید در یک سال پسین حدود 2000 تن را به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت کرده است. معین این وزارت همچنان می‌افزاید که در این مدت 45 تن مواد مخدر را نیز کشف و ضبط کردند. په دایو کال کې مرته ول سوای در 2000 کسانو پورې دغه مجرمین یا قاچاقبران چې هغه قاچاقبری کوي یا پر دغه معتادینو باندې مواد خرڅوي یا پر لوی لار باندې تاګور اتاکی یا په شارو کې خرڅوي دا موږ نیولې دي. آقای همکار افزوده که پس از این هیچ فرد اجازه کشت، پروسس و خرید فروش مواد مخدر در کشور را ندارد و با متخلفان برخورد قانونی صورت میگیرد. هیچ چا ته د یو لویشتي اجازه نسته چې مواد مخدر وکړي، یعنی تریاک وکړي یا چرس وکړي. نو که هر چا بیا هم وکړله هغه اوس مجرم بلل کیږي، هغه برانیول کیږي. از سوی هم باشندگان پایتخت میگویند که امارت اسلامی باید برای محو مواد مخدر در افغانستان باید منشأ های اصلی آن را پیدا و نابود کند. شهروندان افغانستان که چی از طریق دوکاندار هستند یا قاچاقبرای مواد مخدر هستند بیرون از افغانستان به افغانستان وارد میکنه یا چی اینجا تولید میشه، امیدوار است مانع این روند شوی این فاجعه انسانی گرفته شود. در صورتی که اگر بند شود خوب است، اگر ما حالا فعلا بخوایم نخواهیم کشت مواد مخدر در افغانستان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم کشت میشه. ای به نظر ما باید این مثل قانونی بگیره، جنبه قانونی رو بگیره. افغانستان در چند سال پسین در نظرسنجی های مختلف در جایگاه نخست کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر قرار گرفته است. بیرون کشیدن نام امارت اسلامی افغانستان از فهرست مواد مخدر جهان باید در جلوگیری از کشت خاشخاش، تولید، پروسس، فروش، ترافیک قاچاق و استعمال مواد مخدر جدی باشد. پیش از این سازمان ملل متحد در ماه عقرب در گزارش گفته بود که عواید تولید تریاک در افغانستان از 400 میلیون دلار به بیش از 1 میلیارد دلار در سال جاری میلادی افزایش یافته است. نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در افغانستان با شماری از فعالان زن در کابل دیدار کرده است. رئیس یونما در این دیدار تأکید کرده که به تلاشهایش برای حقوق برابر و کرامت تمام شهروندان افغانستان ادامه خواهد داد. در این میان شماری از فعالان حقوق بانوان برگزاری این نوع نشست‌ها را به نفع زنان افغانستان می‌داند. سودابه حیدری در این مورد گزارش می‌دهد. دیدار نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل با فعالان زن در کابل. روزا اوتونبایوا نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در افغانستان با شماری از فعالان مدنی در کابل دیدار کرده است.
یوناما در اشته تویت نگاشته که رئیس این نهاد بر ادامه تلاش های خود برای حقوق برابر به تمام شهروندان افغانستان تأکید کرده است. یوناما می افزاید محرومیت زنان از کار و جامعه باز به افغانستان آسیب وارد می کند. یوناما به تلاشهایش برای حقوق برابر و کرامت به همه مردم افغانستان ادامه می دهد. در شرایط دردآور و پر از محرومیتی که زنان افغانستان قرار دارند یک چنین دیدارها، علاوه بر اینکه بیان میکنه که جهان هنوز هم زنان افغانستان را فراموش نکرده، در حقیقت کمک میکنه که جهان بیشتر آگاهی حاصل بکنه از وضعیت بد و اسفناک زنان افغانستان. شماری از فعالان حقوق بانوان نیز برگزاری این نو نشست ها را به نفع بانوان کشور میدانند. مرګری ملتونه کولای شي چې ډیر خیو رول ولوبوي د افغانستان د میرمنو د ستونزو د رسیدګي پیسا کې هغوی کولای شي چې د فیلی مدني فعالینو سره و هم د رقم د افغانستان د میرمنو سره چې په افغانستان کې دي د هغوی غږ فیلی واکمنۍ ته ور ورسوي. این در حال است که رعایت حقوق بانوان و حق دسترسی به کار و تحصیل از پیش شرط های جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن امارت اسلامی است، اما حکومت سرپرست بارها تأکید بر رعایت حقوق بانوان در چارچوب شریعت اسلامی کرده است. در مهمترین های ورزش امروز زومین رقابت های آسیای سنوکر در بنگلادش با پیروزی سنوکربازان کشور به پایان رسید. راهیابی افغانستان بر رقابت های یک روزه جهانی کرکت. کرکت بازان کشور با 115 امتیاز در رده هفتم جدول قرار گرفت. بازی های هفته هشتم رقابت های فصل دومی لیگ قهرمانان افغانستان با دو بازی پیگیری شد. در یکی از این بازی ها تیم فوتبال آزادی غزنی با حساب 4-3 مقابل خراسان فاریاب به پیروزی رسید. از رقابت های جام جهانی قطر فوتبال هم خواهیم گفت. بیشتر در این بسته تصویری با مهشید بارس. تحریک طالبان پاکستانی اعلام کرده که آتش بس با حکومت این کشور به پایان رسیده و این گروه حمله هایشان را در برابر نیروهای امنیتی این کشور اثر می گیرد. این گروه به نیروهای خود دستور داده است تا حمله های خود را در سراسر پاکستان اثر بگیرند. این تصمیم تحریک طالبان پاکستان پس از تغییرات تازه در رهبری ارتش این کشور صورت گرفته است. این گروه گفته که تعداد حمله های ارتش پاکستان به ویژه در شمال غربی این کشور علیه این گروه با افزایش روبرو بوده است. تحریک طالبان پاکستانی در بیانیه گفته که این گروه بارها هشدار داده بود و سعی کرده بود تا روند مذاکرات حداقل از سوی آنها مختل نشود، ولی در مقابل ارتش و سازمانهای اطلاعاتی پاکستان به حمله های خود ادامه می دهند. این اعلامیه ساعات پس از آن منتشر شد که دو افسر ارتش بر اثر تیراندازی در وزیرستان جنوبی زخمی شدند. این حادثه در شرایط رخ داده که تنها یک روز مانده بود تا دوره ریاست قمر جاوید باجوا به عنوان رئیس ستاد ارتش پاکستان به پایان برسد. همچنین طالبان پاکستان مسئولیت حمله به یک گشت پلیس در تاریخ 16 نوامبر را بر عهده گرفت. در این عملیات 6 افسر پلیس کشته شدند. ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو از عضوهای این پیمان نظامی خواسته تا در بخش دفاعی خود سرمایه‌گذاری بیشتر کنند. دبیرکل ناتو گفته که سرمایه‌گذاری برای دفاع این پیمان ضروری است، زیرا ناتو با بزرگترین بحران امنیتی خود در یک نسل مواجه است. استولتنبرگ در واکنش به تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین گفته که ناتو باید حضور خود را از منطقه بالتیک گرفته تا بحیره سیاه تقویت کند. او گفته که نباید اجازه داده شود که پوتین برنده شود و این به رهبران مستبد در سراسر جهان نشان می‌دهد که آنان از طریق استفاده از قدرت نظامی می توانند به اهدافشان برسند و جهان را به یک مکان خطرناک برای همه تبدیل کنند. دبیرکل ناتو همچنین گفته که گروه های جنگی دیگر از سوی عضوهای این پیمان نظامی ایجاد شده است. این مقام ارشد ناتو گفته که روسیه از فرارسیدن فصل سرما در اوکراین با عنوان اسلحه استفاده می کند، زیرا نیروهای آن کشور تأسیسات زیربنایی غیر نظامیان به شمول تولید برق را هدف حمله ها قرار دادند. این اظهارات استولتنبرگ در حال بیان شده است که قرار است وزیران خارجه ناتو امروز در پایتخت رومانیا با هم ملاقات کنند و در برابر تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین به ادامه پشتیبانیشان از کیف تعهد نمایند. این در حالی است که اوکراین میگوید روسیه برای دور تازه حمله های تازه موشکی بر تأسیسات انرژی این کشور آمادگی میگیرد، حمله هایی که بخش های اوکراین از قبل در سردی و تاریکی فرو برده است. و محمد شیا سودانی نخست وزیر عراق صبح امروز در رأس یک هیئت سیاسی وارد تهران شده است و مورد استقبال ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران قرار گرفت.
حمله های پسین هوایی ایران به محل استقرار حزب های ایرانی در اقلیم کردستان عراق با انتقاد دولت عراق و مقام های اقلیم مواجه شد. پس از این حمله ها وزارت خارجه ایران اعلام کرد که تهران با مقام های امنیتی عراق نشست هایی داشته و دولت عراق متعهد شده که گروه های مخالف ایران را خلع سلاح و از مرزهای ایران دور کند. بغداد اما در بیانیه رسمی تنها از استقرار نیروهای مرزی عراق در مرزهای ایران و ترکیه خبر داده است. همزمان با حمله های ایران به مواضع در اقلیم کردستان، ترکیه نیز حمله های علیه گروه های کرد انجام دادند. اکنون با افزایش تنش در روابط دو کشور، گمان می رود موضوعات امنیتی از جمله محورهای سفر محمد شیا سودانی به تهران باشد. این سفر به دعوت رسمی ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری صورت پذیرفته است. جمهوری اسلامی ایران بارها ادعا کرده که کردستان عراق محل برای فعالیت سرویس امنیتی اسرائیل موساد علیه ایران و همچنین فعالیت احزاب مسلح مخالف کرد برای شعله‌ور کردن آتش اعتراضات سراسری شده است. حزب‌های کرد ایران این ادعاها را رد کردند و عراق هم از ایران خواسته تا برای اثبات ادعای خود مدرک ارائه کند. حکومت ایران اخیراً در نامه به شورای امنیت سازمان ملل نوشته که پس از رایزنی‌های متعدد ایران با مقام‌های عراقی برای ایران گزینه جز استفاده از حق ذاتی در جهت دفاع از خود باقی نمانده و بر این اساس اخیراً عملیات‌هایی را علیه این گروه‌ها انجام داده است. در مهمترین های ورزش امروز، دومین روز رقابت های آسیای سنوکر در بنگلادش با پیروزی سنوکربازان کشور به پایان رسید. راهیابی افغانستان بر رقابت های یک روزه جهانی کرکت، کرکت بازان کشور با 115 امتیاز در رده هفتم جدول قرار گرفت. بازی های هفتم هشتم رقابت های فصل دومی لیگ قهرمانان افغانستان هم با دو بازی پیگیری شد. در یکی از این بازی ها تیم فوتبال آزادی غزنی با حساب 4-0 مقابل خراسان فاریاب به پیروزی رسید. از رقابت های جام جهانی فوتبال قطر نیز خواهیم گفت. جزئیات بیشتر در این بسته با مهشید بارز. دومین روز رقابت‌های آسیایی سنوکر در بنگلادش با پیروزی سنوکربازان افغانستان به پایان رسید. این رقابت‌ها با حضور ورزشکاران 5 کشور یک هفته راه اندازی شده است. صالح محمد محمدی توانست حریفان خود از کشورهای نیپال و بنگلادش را از پیش رو بردارد. در سوی دیگر و همین رقابت‌ها نادر روحانی هم توانست حریفی از کشور سریلانکا را شکست دهد و به دور بعدی این رقابت‌ها صعود کند. تیم ملی کرکت کشور پس از انجام 14 بازی در سلسله بازی‌های سوپر لیگ موفق به حضور در جام جهانی سال 2023 شدند. ملی پوشان افغان از این جمله 11 پیروزی و 2 شکست دارند و یک بازی آن شب گذشته مقابل سریلانکا به دلیل ریزش شدید باران بی‌نتیجه اعلان شد که در نهایت کرکت بازان کشور با به دست آوردن 115 امتیاز توانستند که در رده هفتم جدول قرار گیرند. ببرهای آبی کشور با به دست آوردن این امتیاز توانستند به مسابقات جام جهانی سال 2023 هند راه یابند. همچنان قرار است ملی پوشان کشور در سومین روز از بازی‌های یک روزه بین المللی فردا به مصاف تیم ملی سریلانکا وارد زمین بازی شوند. ششمین بازی هفته هشتم رقابت‌های فصل دوم لیگ قهرمانان افغانستان هم با 2 بازی پیگیری شد. در یکی از این دیدارها تیم فوتبال آزادی غزنی با حساب 4-3 مقابل خراسان فاریاب به پیروزی رسید. رحیم الله غزنوی، جمشید غزنوی، جاوید غزنوی و احسان الله غزنوی گلزنان تیم آزادی در این بازی بودند و برای تیم خراسان محمد سلیم جمیلی 2 بار، احمد بابر 1 بار گلزنی کردند. در مجموع آزادی با این پیروزی 6 امتیازی شد تا برای ماندن در لیگ و دور شدن از قعر جدول امیدوار بماند و خراسان نماینده فاریاب با این شکست 8 امتیازی باقی ماند. رقابت‌های جام جهانی فوتبال قطر هم با 4 بازی پیگیری شد. در یکی از این بازی‌ها دو تیم فوتبال پرتغال و یوروگوئه با هم بخت‌آزمایی کردند که سرانجام پرتغال توانست با نتیجه 2-0 یوروگوئه را شکست دهد و به دور بعدی این رقابت‌ها صعود کند. در بازی‌های دیگر همین رقابت‌ها غانا کره جنوبی را شکست داد. برزیل 1-0 از صدر سوئیسرلند گذشت و کامارون هم 3-3 با صربستان مساوی کرد. وضعیت آب و هوا و نرخ اسعار.
پایان خبرها، وقتتان بخیر، خدا نگهدار.